سلام و درود به شما عزیزان در ایران و کشورهای دیگر هر کجای که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. شما عزیزان بیش از هر کس دیگر، شما بینندگان و همراهان تفسیر خبر در ایران میدانید که در ایران چه میگذرد. کرونا همچنان بیداد میکند. آمار رسمی گزارش میکند که بیش از 700 نفر در 24 ساعت گذشته جان باختند در اثر کرونا. اما آمار غیر رسمی که متخصصان منتشر کرده و میگویند بیش از این هاست، تعداد کشته شدگان کرونا بیش از این هاست در 24 ساعت گذشته. در دایره بسته حکومت فقیه ولایت مداران واکسینه شدند و مردم ایران تنها مردمی هستند در منطقه و جهان که در برابر کرونا، ویروس کرونا، تاخت و تاز کرونا رها شدند بی‌دفاع. تنها در مواردی و در بازار واکسینه کردن مردم، واکسن‌های تقلبی نیز خرید و فروش می‌شوند. چه اوضاعی است؟ پرسشی است در برابر حکومت فقیه که سالیان بر منبرها گفته بودند چنانچه حکومت به دست ما بیفتد عدالتی برقرار خواهیم کرد که مپرس. نمونه های عدالت فراوان است در این 42 سال و اندیم. از جمله گزارش های تصویری تازه‌ای که منتشر شده از زندان های فقیه، گوشه ای از زندان های فقیه، در زندان های جمهوری اسلامی از همه اقشار و طبقات مردم هستند، از عقاید مختلف هست، از مذهبیون تا غیر مذهبی، از همه آنان که ولایت فقیه رو قبول ندارند، خلاف مصالح ملی دانستن، به شیوه های مختلف، راه های مختلف در برابر این حکومت برآمده از انقلاب ایستادند. کشتن بسیاری رو در زندان ها تا این 42 سال و اندی، از معلمان، استادان دانشگاه، کارگران، دانشجویان، وکلای دادگستری و اقشار دیگر در زندان هم. از مسلمان، شیعه، سنی، پیروان مذاهب و ادیان دیگر، مسیحی، نوکیشان مسیحی، بهایی، سرتشتیان و بسیاری دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی بوده و هستند. از علی خردگرای عزیز که تصویر او رو پشت سر من میبینی تا جوانان دیگر در زندانهای فقیه، جان نازنین آنها در حال گذران در این زندانها. میهمان امشب ما در بخش نخست آقای اصغر امیرزادگان هستند، از شیراز، شهر حافظ، سعدی، یکی از دو پایتخت مهم ادبیات ایران. پیش از سفر به شیراز نگاهی داریم به گوشه ای از زندانهای فقیه و آنچه که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تازه حکومت فقیه، در باب زندانها میگوید. زندانهای جمهوری اسلامی، او که خود نقش مهمی در کشتار بیش از 3000 زندانی سیاسی در دهه 60 داشته است. با شما خواهیم بود در ادامه را. یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا آمادگی داریم. نسبت به وضعیت زندانها ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. هر زندانی رو که ما اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. ما آمادگی داریم که زندانی رو در جمهوری اسلامی اون کشور اراده کنه ما نشونش بدیم. بعد معلوم بشه کجا به حقوق انسان توجه میشه، کجا به حقوق بشر توجه میشه. ما به حقوق انسان داریم توجه میکنیم یا اونها؟
خب من یک توضیح کوچکی درباره این چه که ابراهیم رئیسی گفت، رئیس جمهوری فقیه، بدم قبل از سلام خدمت آقای امیرزادگان در شیراز. این که این رئیس جمهوری سید علی خامنه ای یک نقطه ساده رو نمیدونه. رئیس دستگاه قضایی یک حکومتی است، بالاخره حکومت اسلامی که نمونه ای هم در تاریخ اسلام نداره، که کسان یا نهادهایی که خواستار بازرسی یا دیدار از زندانها هستن کشورها نیستن. یعنی مثلا فرانسه، آلمان، انگلیس یا کشورهای آمریکا، جای دیگه نمیان بگن که ما میخوایم از زندانهای ایران یا زندانهای جای دیگه به اصطلاح دیدار کنیم، بلکه نهادهای بین المللی هستن، مثل مثلا سازمان عفو بین الملل یا صلیب سرخ هستن. بنابراین ایران هم جزو همین هاست که برای روزگار سرنوشت کنونیشو دست ابراهیم رئیسی و بقیه داده. این حرف بی اساس و بی معنا که ما آماده ایم زندان ها رو درشو باز کنیم به شرط که اجازه بدیم ما هم بریم جای دیگه زندان ها رو بازرسی کنیم. در همین آمریکا زندان گوانتانامو مورد بازرسی بسیاری قرار گرفت. آقای منیر الخطیب از روزنامه الحیات آمدن و رفتن دیدار کردن، حتی از روزنامه های عربی زبان. رولان گنیو از صلیب سرخ جهانی آمد و رفت و دیدار کرد از زندان گوانتانامو و بسیاری دیگه از جاهای دیگه آمدن و رفتن. نهادهای بین المللی و حتی رسانه های عربی رو هم اجازه دادن آمدن و رفتن گوانتانامو، که بسیاری وضعیتی داشتن آمدن و میبینیم الان در افغانستان هم دارن حکومت کنن. به هر حال این نکته رو گفتم بگم قبل از عرض سلام خدمت معلم ارجمند، آموزگار گرامی در شهر سعدی و حافظ، از نوادگان حافظ گرامی. سلام به شما، درود به شما جناب امیر آزادگان. درود میفرستم خدمتتون جناب آقای چهارنگی عزیز و درود میفرستم خدمت تمام هموطنان عزیزم در ایران و سراسر جهان که بیننده برنامه خوب و عزیز شما هستن. من هم ابتدا بگم که بارها من شرم کردم از این دروغ‌هایی که این آقای رئیسی و این رویی که دارن، متاسفم و میخوام من به جای ایشون از مردم عذرخواهی کنم بابت این دروغ‌هایی که میگن و این چیزی که اصلا باعث تشویش اعصاب میشه. چه زندانی؟ ببینید ما این چیزی که از وضعیت زندان‌های ایران دیدیم، اجازه فیلمی که الان حک شده و این دیگه همه دارن میبینن وضعیت زندان‌های شما رو، نمیخواد اونو هیچ. ما دوستان خودمون که از نزدیک برامون تعریف کردن وضعیت زندان‌های شما را برامون تعریف کردن، مثلا نرگس محمدی، خانم نرگس محمدی برای خود من تعریف کرد. ایشون گفت که من رو بردن تو اتاق رئیس زندان و اصلا ایشون به من تعرض کرد و حالا حرفای دیگه که دیگه خودشون هم گفتن. زندان من الان فیروزآباد هستم، شهرستان فیروزآباد، و یکی دو سال است که من محبیز دو زندان فیروزآباد بودم. زندان الان اینجا حتی حکومت فرضه این که یه زندانی بسازه نداشته، اومده ملک خصوصی خوانین قشتایی، آقای خسروخان قشتایی و ناصرخان، به خسروخان هم که خودشون اعدام کردن، رو قصد کردن، اینها بدون اجازه قصد کردن و اینا کردن زندان. حالا وضعیت زندانشو بگم، اول عذر میخوام از زندانیان فیروزآباد و خانواده هاشون، چون خودم هم اونجا بودم. بذارید واقعیت رو ببینید، استبل این باغ رو اینا اومدن کردن ساختمون زندان، استبلش. حالا یکم دست کشیدن اینجوری حقوق بشر رو رعایت میکنن، بعد میگن بیاد از زندان ها برید. نمیخواد. ما دیدیم، خودمون میبینیم، دوستانمون میبینن،
چی بیاد ببینیم. خب شما آقای امیر آزادگان عزیز به ما بفرمایید که چون معلم ارجمند چی میخواستید؟ چی شما رو به زندان بردن؟ اول منو به خاطر چی؟ ببینید آقای ما که این حکومت که زبان نداره، نه گوش دارد نه زبان، یعنی نه گوش شنوا است نه زبانی که بشه باهاش گفتگو کرد، فقط دست داره، دست اشاره. و اونم اینه که ما اگه کوچکترین حق خواهی بکنیم اشارتی که بگیرینش، زندانش کنید، بترسونیدش. یه نهاد اطلاعات سپاه هست و حکومت هم که به دادگاهش همون سپاه به دادگاهشون دستور میده، دادگاه هم که مستقل نیستن واقعیتش، همه تحت امر نهادهای امنیتی هست به خصوص سپاه. سپاه انگار ایران رو ملک خصوصی خودشون میدوند و انگار که به جز خودشون هیچ کس حقی نداره تو این کشور. متاسفانه ببینید من یه زمانی که فعالیت های فرهنگیان رو داشتیم اومدیم، خب واقعا وضعیت فرهنگیان از لحاظ معیشت خیلی وضعیت بدی بود. همکاران ما رو هر وقت اعتراض کرده بودن زندان کردن این آقایون. اصل 30 قانون اساسی رو که آموزش رایگان هست ما می‌بینیم که اقشار ضعیف جلو چشممون می‌دیدیم به خاطر فقر از تحصیل باز می‌مونن. بارهای بار این رو خودمون دیدیم که واقعا بزرگترین درد برای یه معلم اینه که ببینه دانش آموزش به خاطر فقر در تحصیل میکنه و هیچ کاری نکنه. و اینکه ما به اصطلاح تحصن رو انتخاب کردیم، آقایون سال 97 بود پرونده رو باز کردن، تبلیغ علیه نظام و تشویش از خانم، توهین به مقامات. آقا ما حقمون رو گفتیم بدید، گفتیم حقوقمون کمه، شکم بچه همون گرسنه. تبلیغ علیه نظام یعنی چی؟ که چرا فیلمتون رفته شبکه‌های بیگانه و دشمن؟ خب آقا صدا سیما پخش کنه تو اون آقای، خب ما باید اینو انتقال بدیم به مسئولین، فرستادیم تو گروه های کشوری، خب صدا سیما پخش نکرده و رسانه های دیگه هم میبینه خبر رو دست اول پخش میکنه دیگه، صدا سیما پوشش بده تا این. و به این اتهام و تبلیغ علیه، چه تبلیغی علیه نظام شده، چه توهین به مقامات شده، یکی حقشو میخواد، شما نه 26 قانون اساسی رو رعایت میکنی، یعنی این حکومت با قانون اساسی خود داره میجنگه، دائم داره میجنگه. ببینید اصل 26ش که در مورد تشکل ها هست، اصلا اجازه نمیدن که تشکل ما تشکل یاری کنیم. بله همین که میفرمایید قانون اساسی، خب در همین قانون اساسی که به هر حال بندهایی هست که تمام از الف تا یه رو حقوق مردم رو هدایت میکنه در دست فقیه هست. و برای اونا وقتی که شما مثلا میگین ما زن و بچه‌مون گشنه هستن و نون نداریم روی سفرمون، خب میتونن تعبیر بکنن شما دارید به اصطلاح به غیر مستقیم به پروار بودن این ملایان و حکومت و آخوندها دارید اشاره میکنید و اینها هست. همه این قانون اساسی هست که اتفاقی همچی اختیاراتی رو میده، اون بنده هم هست درش، ولی نهایتا ولی فقیه هست که همه کار هست نیست. بله دیگه ولی فقیه همه کار هست، ما هم رعیت و هیچ کاره. ببینید اصل باز 27 قانون اساسیشون که خود قانونشون میگه که هر تجمع مسالمت‌آمیز که حمل سلام نباشه، حالا با مبانی شرع اسلام هم مغایرت نداره، ما چه کار داریم که بخوان مثلا کاری کنیم با اسلام مغایرت داشته. ما حقمونو میخوان. خب اونم که اون تجمع رو هم که اینها
شدیدن سرکوب میکنن. ببین یه معلمه مثل من جناب آقای چالنگی دیدم که تو این حکومت یعنی به هیچ عنوان نمیشه حق تو مطالبه کرد، سرکوب میکنه، زندان میکنه و شدیدترین برخوردها رو میکنه، همونجور که بارهای بار دیدید با معلمان ما. ببینید ما خود مراحلی که برای تحصیل گذاشته بودیم در مرحله دوم اومدن فعالا رو اطلاع سپاه بردن، مثلا به من میگه آقا شما اعلانیه بده این تحصیل رو لغو کن، گفتم آقا من سر پیازم، ته پیازم، مگه دست منه، مگه به حرف من هستن که من بخوام. ببینید آدم میخوام بیسوادی اینا رو بگم که از یه شخص میخواد که بیانیه که شورای هماهنگی رو داده ایشون لغو کنه. گفتم جنابانی فقط میتونید به من اونم خواهش کنید رو بزنید بگید اگر امکان داره شما حمایت نکن یا تو تحصن شرکت نکن. شما نمیتونی به بنده بگی آقا بیاد یه بیانیه بده اینو لغو بکن. یا مثلا همکار من آقای زحمتکش رو آوردن، من اصلا شرم‌آور بگم چجوری پرونده ساختن برای ایشون. اومدن و سرکه ایشون رو به خاطر که ایشون هم زیر بار نمیرفت و به حرف اونا نبود اومدن تو خونه سرکه خدا شد سرکه ایشون رو کردن شراب و هیچ وقت هم به ما نشون ندادن، هیچ وقت هم فیلمش رو نشون ندادن، هیچ وقت خود ضربش رو نشون ندادن. حتی به ایشون گفته بودن ما اگه بخوایم تفنگ 5.5 بادی شما رو میکنیم یک کلت ازش داریم. خب ببین وقتی ما با یه اینجور نهاد روبرو هستیم، خب یکی مثل من دیدم اصلا ساختار این حکومت آقا خرابه، یعنی این ساختار خراب هیچ گونه مطالبات صنفی به نتیجه نمیرسه. و این بود که واقعیت دیگه اومدم اصلا از جمهوری اسلامی گذار کرد و اینو در بیانیه‌ای هم که دادیم عملا گذار کردیم و ده. از آقای خامنه‌ای و یه نکته هم هست جناب امیرآزادگان، این که یه گفته هست در میون مردم از قدیم هم بوده، میبخشید از قدیم هم بوده که میگن آخوند دست بده نداره، دست بگیر داره. حالا اینو گفتن، از قدیم هم گفتن و میگن، الان هم که 42 ساله رسیده تمام منابع درآمد مردم دست اونهاست، درآمدهای نفتی غیر نفتی هرچی که هست و عملا هم 42 ساله هم هست که نشون دادن این حرف بی اساسی نبوده. حالا پروار شدن شخصی خودشون، جسمشون به یک طرف، پروار شدن اعضای خانواده از طریق لامبرگینی و پرشه و این ماشینای خیلی گرون قیمت و آپارتمان های لوکس و همین پسر محمد جواد ظریف آپارتمانی میگن در نیویورک داره که چند میلیون دلار قیمتش هست و بقیه و بقیه و بقیه. بنابراین این نگاهی که شما میفرمایید یعنی گذر، یعنی دیگه به دوران پس از این حکومت به هر حال مردم فکر میکنن در این ظلم و ستمی که هست، اما چه دوره، چه گونه باشه؟ بفرمایید. ما الان دیگه در واقعیت در دوران گذار هستیم. اکثر مردم ما در همون تحریم انتخابات هم مردم این رو خواهان گذار از حکومت هستند و اینه که ما گفتیم حالا به خاطر که این همین آقای رئیسی که میاد میگه بیان از زندانهای ما بازدید کنن، آقا یادش رفته که جلال سال 67، آقا یادش رفته که مسئول مستقیم قتل عام اعتراضات آبان 98 هست و یادشون رفته که قبل از اون خلخالی چه جنایت هایی کرد، چه اعدام های فله ای کرد و بعد از اون نفرات بعد از اون، یعنی ببینید فساد واقعا سیستمی شده، یعنی همه سیستما رو. وقتی که
آقای خامنه‌ای اختیارش فراتر از قانون اساسی است و بر قانون اساسی احاطه داره، این باعث فساد سیستماتیک، یعنی فساد همه بخش‌ها رو می‌گیره. به عنوان مثال ببینید، همین دادگستری که میدونه بنده حقم رو میخوام، حق میگم، ولی ناچار هستم به فاسده حکومت بده، یعنی فساد آلوده به فساد شده، فساد سیستمی شده. بله خب شما، شما اجازه میفهمید آقای امجاد، شما برای گذر از این حکومت گذر کنید به کجا میخواید برسید؟ یعنی چه نوع حکومتی رو در نظر، چه بشه، چه شکلی داشته باشه؟ این حکومت در صورت نشون داده که قابل اصلاح نیست. تا الان چیزی که ما دیدیم مثلا قابل اصلاح نیست و اصلا قانون اساسی ما هم که ناقصه، و چرا چون اختیاراتی که به رهبر داد و اینا ناقصه، و شرط این که اصلا رهبر بر کنار بشه اینه که این قانون اساسی منحل بشه، انحلال کامل و بازنویسی قانون جدید. و ما، من خودم خواهان یه جمهوری سکولار دموکراتیک هستم. اگر منظورتون این هست که گذار به چی، گذار به کجا، اینه که یه خواهان، من خودم رو میگم، حالا اون دیگه خواسته منظور من فقط شکل و ساختارش نیست. جمهوری به اصطلاح سکولار یعنی غیر جدای دین از حکومت باشه. خیلی از جمهوری هم هستن که دین از حکومت جداست. بله. اما چه عمل کردی داشته باشه، هر نوع حکومتی که باشه، چه باید بکنه؟ بله. چه تضمینی باید وجود داشته باشه که معلم خواستش، خواست قانونیش، درستش، هر چه که هست، همین اخشا آزادی بیان داشته باشه. شما رو میگید من حقوقم ندارم، میبرن زندان، بازداشت میکنن، نکنن این کار. چه جور باید باشه؟ ما الان خب این حکومت نشون میده که هر معترضی را، ببین من مگر به جز فضای مجازی کاری کرده؟ مگر اسلحه گرفتم دست؟ من حتی تجمع هم خود نرفتم شرکت کنم، فقط تو فضای مجازی انتقاد همه کردم. خب این حکومت انتقاد ما از فضای مجازی هم بر نمیتابه. خب حکومتی که اینجور هست، من چجور انتظار اصلاح داشته باشم؟ حکومتی که من در فضای مجازی اجازه نمیده عقده دلمون رو لااقل تو فضای مجازی هم بگیم، انتقادمون رو تو فضای مجازی هم میاد سرکوب میکنه ما رو. خب این حکومت معلومه که دیگه خواسته من و امثال من. بله خواسته ما نیست. ببینید واقعیت اینه که به نظر من هر حکومتی که بیاد از این حکومت ملاها بهتره، هر حکومتی بیاد. بله مطمئنم. نظریست به هر حال، خیلی ها در توجیه این نظر میگن که به هر حال هر حکومت بیاد این وزنه دینی بودن حکومت، حالا دینی هست نیست، بماند، از به حساب برداشته خواهد شد. به هر حال ایران با برداشتن این وزنه میتونه به ریل زمان برگرده با همه مشکلاتی که هست. سپاس بسیار داریم از بله بفهمید این هم سخن ها خرابش کرده. ببینید من بذارید که یه توضیح بدم خدمت شما. ما یه تو فیروزآباد یه طایفه ای بود به اصطلاح محلی هست کهنه رو میگن، خیلی وابستگی شدیدی به این حکومت در اوایل داشت و به شخص آقای خمینی اینقدر ارادت داشتن که وقتی اسم اونجا میومد شما فکر میکردی یه گروه حزب اللهی مسلح هست که اگر قبول نکنی عکس آقای خمینی تو ماه ببندنت درک بار، یعنی اینجور تجسس کرد. یکی از همین اهالی میگه که فقیر بودیم، همسایمون، خونه همسایمون دیدیم بوی کباب بلند شد، میگه منم دویدم رفتم برم شاید یکی اینجا گوشتم گیر من بیاد. رفتم اونجا دیدم گوشتی نیست، گفتم پس چی بود؟ گفت طرف مهر رو داغ کرده بود، مهر رو چسبونده بود به پیشونی. این
بوده که این گوشت پیشونیه سخته بود بو اون حالا میخواستن ارادتشون رو به حکومت نشون بدن، یعنی میخواستن بگن که ما اینجور اینقدر وابسته به اینا هست. بله بله، یعنی که متاسفانه اینها هست، یعنی بله اینها هست، اینها هست، یعنی بود هم اونجا قدم ارادت داشت، الان دیگه میگه برگشتن. بسیار بسیار لطمات به دین و ایمون مردم زده شد در این حکومت تعدید نیست. شما همین الان فیروز آباد هستی نیست؟ بله من فیروز آباد. بله چون الان به من گفته شده بود شما شیراز هستین. در حال هر کجایی که باشید در ایران هستید، ایران گرامی و ارجمند، در فارس عزیز، همان حوالی شیراز گرامی. سپاس بسیار داریم از شما معلم ارجمند آموزگار گرامی جناب اصغر امیرزاد، با سپاس از شما و به امید دیدار با خبرهای خوب در شماره های آینده تفسیر خبر. و ما بینندگان گرامی، درباره زندان‌های جمهوری اسلامی سخن گفته شد و آنچه که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی حکومت فقیه، پیشتر و پیشتر گفته است درباره زندان‌ها اشاره کردیم. و ما زندان‌ها هم خودی و غیر خودی داره. خودی‌ها تصویری منتشر شده از زندان برادر رئیس جمهوری پیشین گلاب بروتون، جملگی رؤسای جمهوری این حکومت از محمد خاتمی گرفته تا این یکی ابراهیم رئیسی، حسین فریدون که حالا برای اینکه گمراه کنن یک تغییر در فامیل داده شده، حسین فریدون که نگن برادر حسن روحانی است، مثل اون یکی ها دار دسته لاریجانی ها که آملی گذاشتن، لاریجانی گذاشتن و همه این صحبت. به هر حال تصویری منتشر شده از زندان حسین فریدون به عنوان کلاهبردار و این نکته جالبی است. حکومتی است که خود حکومت اذعان داره که همه از بالا تا پایین فاسد هستن و گرفتار فساد مالی و پرونده دار در دستگاه قضایی، که باز گروه دیگری از فاسدان حکومت. و ما علی خامنه‌ای، سردسته یا رهبر یا فقیه عالی قدر این حکومت، هم درباره زندان و زمان بازداشت خودش سخنهایی گفته در زمان پیش از انقلاب. حالا چه اندازه بازداشت بوده، چه مدتی بوده و بعدها چه گفته در زندان، اونها به جای خود، ولی در کنار تصاویری که از زندان جمهوری اسلامی، زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، در رسانه‌های اینترنتی منتشر شده، برای کسانی که احتمالاً ندیدن پخشی داریم در اینجا، باز پخشی در اینجا و ادامه خواهیم داد. میهمانی از تهران خواهیم داشت تا لحظات دیگر. چند نفر آمدن دور و بر من، اون یه ماشین رو آوردن دور و بر من نشوندن و تو همون ماشین چشم منو بستن. حالا یادم نیست که بستن چشم رو یا سر رو آوردن پایین که من نبینم. اینجا پشت این سلول یک درختی بود که بهار که شد گنجشکا می آمدن اینجا و سر صدا می کردن و یه وسیله تفریح خیلی خوبی برای ما شده بود وجود این گنجشکا. به نظرم از پله‌های پایین بردن بالا آوردن. بله خیلی مسیر طولانی از پله‌های پایین رفتیم آمدیم بالا تا بالاخره رسیدیم به این اتاق افسر نگهبان که ما اینجا افسر نگهبان بود و اون دوتا ماموری که من رو از مشهد آورده بودن اینجا با من خداحافظی کردن. اونا هم بودن اینجا، حالا با یه ماشین دیگه ای مثلا آمده بودن، از من خداحافظی کردن و عذرخواهی کردن و چه لباسای ما رو گرفتن و یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم. از تهران میهمانی ارجمند داریم، خانم مژگان، که از طریق تلفن با ما خواهند بود. هنرمند، کارشناس هنر، سفر بسیار کردند در ایران، به سیستان و بلوچستان نیز، و پیشتر گفتم از تهران، از تبریز نیز مهمان ارجمند دیگری.
آقای جلال طاهر نژاد. خوش آمدید سرکار خانم مژگان در تهران. سلام و درود دارم خدمت شما جناب چالنگی و مهمون عزیزتون و همچنین تمامی عوامل برنامه. خیلی ممنونم که من رو دارید. ممنون که با ما هستید و درود و سلام به شما آقای جلال طاهر نژاد گرامی. درود بسیار بر دوست عزیزم جناب آقای چالنگی، دستندرکاران برنامه، مهمان عزیز ما خانم مژگان و همه هموطنانم در جای کره خاکی. سپاس از شما. به اتفاق شما به تهران برمیگردیم و پرسش از مژگان خانم گرامی که کرونا در ایران آماری که هست بسیار غم انگیزه. در تهران شما تا اونجایی که اطلاع دارید به ما چه خواهید گفت؟ جناب چالنگی، واقعیت امر این هستش که نه تنها در تهران، در بیشتر شهرهای ایران وضعیت خیلی اسفناک هستش و من فکر میکنم وضعیت مشکی یا سیاه رو هم رد کرده. اما چیزی که الان این روزا در موردش خیلی صحبت میشه، چون همزمان شد این شرایط با تعطیلات روزهای گذشته و خیلی در موردش صحبت شد، من مایل هستم بهش اشاره بکنم، مسئول دونستن صرفا مردم برای این شرایط. یعنی میدیدیم توی صدر اخبار که مردمی که حالا به حال یا روانه شمال ایران بودن یا به حال مسافرتی داشتن توی این تعطیلات، به طور قطع خب کسانی که این رو ملاحظه نمی کنن، رعایت نمی کنن، هم مسئول این موضوع هستن. اما من یه پرسشی دارم، واقعا چطور ممکنه از مردم بخوایم سفر نرن در حالی که تمام راه ها باز هست، تمام مسیرها هستش، تمام در واقع تاکسی ها، مغازه ها همه باز هست. یعنی وقتی که شما قرار هستش که یک برنامه‌ای داشته باشید برای کرونا، باید تحت نظر دولت همه اینها رسیدگی بشه. و خب وقتی که تعطیلات اتفاق میفته، ما توقع داریم که دولت این رو کنترل بکنه. وقتی شما میبینید که مراسم های عزاداری اینچنین با شکوه برگزار میشه، فقط صرفا برای اینکه نظریه های دولت و حالا مذهبی خوب پیش بره و باب میل سران حکومت باشه، خب شما چه توقعی دارید مردم مسافرت نرن؟ من از این بابت واقعا دلخور هستم، میبینم فقط مردم رو مسئول میدونن. البته هستن کسانی که واقعا رعایت نمی کنن، ولی من فکر میکنم در صدر همه این اتفاقها دولت هستش که باید نظارت بکنه و قوانین رو بگذاره که در واقع این رو کنترل بکنه، نه اینکه جاده باز باشه و دولت فقط در واقع جریمه بکنه که جیب خودش رو پر بکنه. و جلال عزیز در تبریز گرامی چه خبر؟ در اونجا هم کشتار من آماری داشتم که بسیار غم انگیز بود. ببین آیه چالنگی، تبریز هم نسبت به شهرهای دیگر ایران مستثنا نیست. همه جا این متاسفانه بیماری، این آمار مرگ هست و تبریز هم این آمار همچنان این از کشتار به وجود میاد و جان مردم بیگناه را از میگیره. ببینید، ما یه مسئله داریم که من همیشه بهش میگم ما یه خود درگیری داریم بین خود. ما میگیم این ویروس یه ویروسی است که به اصطلاح در آزمایشگاه ووهان به وجود اومده و تا کنون در میزان اتهام هست. متاسفانه ما میاییم این واکسنی که به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده، بیشتر پزشکان دانشمندان تاییدش کردند، ما ممنوعش میکنیم ورودش رو به ایران، در حالی که ما خودمون همیشه شعار انقلاب چی بود؟ نه شرقی نه غربی. ما رفتیم غرب رو ول کردیم، رفتیم چسبیدیم به شرق. حالا این ویروس اتهام تو کشور چینه، عوض این که ما چین رو متهم کنیم، بگیم که این فرمانده سپاه هم تازگی گفته که شاید این یه سلاح بیولوژیک باشه. اگه قرار سلاح بیولوژیک باشه، خب کشور از کشور چین پیدا شده، نه از کشور انگلیس و آمریکا. خود کشور انگلیس و آمریکا خودش درگیر این ویروس بودن و
میلیاردها هزینه پایین گذاشتن. اگه ما باید کشوری را متهم کنیم، این کشور کشور چینه نه کشور آمریکا و چین. آمریکا و از میخوام بره بریتانیا. بعد ما دنبال داره متهم میگردیم. حالا این که واکسن چینی سینوفارم رو وارد کردن به ایران، به خیلی از مردم زدن، به کادر پزشکی اینو تزریق کردن، دوز اول دوم. خود کادر پزشکی اومده گفته که بعد تزریق فاز دوم دوباره رو گرفتن. متاسفانه ما اینجا گیر کردیم، نمیدونیم که مشکل از کجا ناشی میشه. اگر مشکل از سیستم بیولوژیک، چرا میگیم آمریکا رو متهم میکنیم که کشوری که به اصطلاح واکسن به وجود آورده که تولید کرده که همه این دانشمندا دکترا تاییدش کردن. بعد مسببش هم خود ماییم. روزانه به آمار حکومتی ها 600 تا 700 نفر دارن الان قربانی این کرونا میشن. آمار جنگ ایران 8 ساله ایران و عراق 190 هزار تا ما تلفات داشتیم. در حال که روزانه ما 600 الی 700 تا بنابر گزارش خود این حکومتی ها و دولتی ها ما داریم الان تلفات که ماهانه میشه حدود 2000 تا 2000 نفر. در عرض 10 ماه ما آمار جنگ رو رد کردیم، یعنی از 90 190 هزار نفر ما رد کردیم. این واقعا یه شرمساریه برای دولت مردان ما که این واکسنی که واقعا تولید شده، زحمت کشیدن دانشمندان تولید کردن، ما داریم ممنوع میکنیم. یعنی ما داریم با خودمون یه جورایی درگیر هستیم، خودمون نمیدونم که با خودمون داریم میکنیم. البته این یه اشتباه استراتژیکه که واقعا حاکمان دارن انجام میدن. خبرهای هم میرسه، نمیدونم نامه های محرمانه تو فضاهای مجازی منتشر میشه که این واکسن فایزر رو وارد کردن واسه بیت رهبری و نزدیکان و همه اینا، ولی مردم عادی از این واکسن دیگه متاسفانه فایدن و باید تو نوبت واکسن های چینی و درجه سوم واستن. بله، البته این که میفهمیم ما ممنون میکنیم، منظور مجموعه این حکومت هست، یعنی خود آقای خامنه ای چنین کرد که امروز روز هم میبخشید نفع کردن، گفتن نه این کار نکرد، به صراحت البته گفتن. در این وسط خانم مژگان بانوی گرامی، آمدن و کابینه جدید این یکی پرزیدنت گلاب بروتون رئیس جمهوری رو اعلام کردن و وزیر ارشادی که باز همون حرفا و، ولی میبینیم هنرمندان گروهی از اونها واکنش نشون دادن، برخلاف اون هنرمندانی که به عبای ولایت چسبیدن. این رو چطور ارزیابی میکنیم بیانیه گروه های سینمایی رو؟ ببینید، به نظر من واقع بینانه اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، تا حالا بحث هنرمندان همیشه سالهای گذشته خیلی داغ بوده و مردم توقع داشتن که همیشه حمایت کنن. زمانی که کرونا در واقع دسته ای از هنرمندان رو از ما گرفت، ما دیدیم که واکنش ها خیلی شدیدتر شد به در واقع این حکومت، منتها همچنان هنرمندان ما جرأت این رو ندارند که شخص در واقع این مملکت آقای خامنه ای که مسئول این موضوع هست رو مورد انتقاد قرار بدن. به تبع خب فشارها خیلی زیاد هست، دیدیم زمانی که براشون مالیات بریده شد و قرار شد که یه سری از در واقع برنامه های مالیاتی داشته باشن، صداشون در اومد. میخوام بگم که تا زمانی که این موضوعات برای خودشون پیش نیامده بود، به جز دسته خیلی محدودی از هنرمندان که همیشه کنار مردم هستن، اغلبشون هیچ واکنشی نسبت به مسائل روز جامعه نداشتن و اتفاقی که در نهایت برای اونها افتاد، این حکومت سراغ اونها هم اومده و میبینیم که در واقع برنامه‌ای که رئیس جمهور جدید منتخب رهبری در واقع برای اونها داره، به صورتی خواهد بود که پا به عرصه هنر هم میگذارند و اون رو هم به فساد میکشن، در حالی که من میخوام اشاره بکنم که اگر قصد این وزرا و حکومت مبارزه با فساد باشه، شما اگر دقت بکنید سریال های خیلی در واقع سریال هایی که پول های هنگفتی توش خرج شده و خیلی بزرگ هستن و در واقع از هنرمندان خیلی بزرگ استفاده شده، اگر دقت
دقت بفرمایید میبینید که تهیه کننده اون یا یک آدم سپاهی هست یا به نحوی به دولت وصل هست و اصلا معلوم نیست این پول ها از کجا اومده و به چه صورت هستش. در واقع اونها اگر بخوان با این فساده مقابله بکنن باید باز انگشت اتهام رو به سمت خودشون برگردن. یعنی عملا این فساده وجود داره، نه اینکه این حالا این دولت جدید میخواد این فساد رو به عرصه هنر بکشونه، در واقع این هست. قطعا همینطوره. بله همینطوره. من فکر میکنم توی هیچ عرصه‌ای در چه ایران چه دنیا نمیتونی یک فیلدی رو پیدا بکنی که خالی از فساد باشه، به هر حال همیشه خواهد بود، ولی اینکه به حدش کیفیتش چجوری باشه خب متفاوت توی کشورهای مختلف. خب برای میزان بسیار فرق میکنه، در حال در جایی رسیدگی میشه در جایی نمیشه، در جایی کسایی که باید رسیدگی کنن خودشون دستن در کار فساد هستن و فریننده فساد هستن مثل ایران پس از انقلاب. اما جلال خان گرامی شما اشاره کردی به چین، خب الان بحثای بسیار زیادی هست در همین آمریکا راجع به سرمنشأ این ویروس و مسئله ووهان و همه اینها هست و درهای بسته چین برای بازرسی‌های بین المللی و اینکه سازمان بهداشت جهانی هم به هر حال به نحوی به نظر میرسه که در کنار چینی ها بوده، اینها به کنار. اما حکومت ایران از یک طرف با برادران کمونیست در چین داد و ستد داره و بده بستون داره و واگذار کردن مساله ایران، از یک طرف هم این وره قضیه با طالبان و پناهگاه مثلا کسانی از القاعده ملاقات های با طالبان، پذیرفتن طالبان در تهران و مذاکرات و بده بستون های با طالبان و همین الان هم که من با شما صحبت میکنم و به اصطلاح فرمانده نیروی دریایی پاکستان در ایران به سر میبره در خراسان برای مذاکراتی باز هم در طالبان بیاستن. به هر حال این سر قضیه است، پشت پرده بین این حکومت و طالبان و پاکستان همچنان مذاکره. این چطور، این دو سر این چوب رو شما چطور تفسیر میکنید؟ بله این آجانه من یه لحظه که به جواب شما رو پاسخ بدم، سوال شما رو پاسخ بدم یه گریزی بزنم. ببینید این فسادی که خانم مژگانم گفتن، این حاکمیت میگوید در فساد غرق است از زمان شاه تا کنون و میخوام با فساد مبارزه کنم تا دورشون پر شده از فساد. قضیه ناصرالدین شاه و میرزا رضا کرمانی که وقتی ناصرالدین شاه ترور کرد گفتن چرا ترور کردی، گفت فاسد بود، گفتن فاسد نبود زیر دستاش فاسد بود، گفت اگر خودش فاسد بود بس من آدم درستی رو من ترور کردم کشتمش، اگه نه خودش فاسد نبود زیر دستاش فاسد بودن، وای با حال حاکمی که زیر دستاش فاسد است ما این نمیدونه، بس دوباره آدم من درستی رو من کشتمش. این یه طرف قضیه. حالا این هم میخوان با فساد مبارزه کنن، حالا این رئیسی رو آوردن به صورت فرمالیته، دارن این وزرا رو که معلوم نیست، یه وزیری دارن میارن سر کار که از جای دیگه صحبت میکنه. وزیر ارشادی که الان شما صحبت کردین در موردش میگه هرچه بلا سر این کشور اومده در بر اثر این موسیقی و سینما بوده که 50 نفر این اهل سینما اومدن گفتن دیگه دست بدارین از سر کچل این سینماگران و اینا دیگه واقعا ول کنید. و همه وزیر راه احمدی نژاد، وزیر نفت احمدی نژاد رو اومدن آوردن گذاشتن وزیر راه از وزارت نفت داره صحبت میکنه. اون از اینجا همه چی خبرها بسیاره در مورد فساد. برگردیم به طالب. اما من یک نکته رو چون شما اشاره کردید، ببینید مسئله الان قضاوت نیست، از زمان شاه تا به الان که فساد اشاره میکنید، یک نکته رو من خیلی سریع بگم برای اینکه بینندگان در جریان باشن. بله در تمام دوران ها در همون طور خانم مژگان هم اشاره کرد در بسیاری جاها در همین آمریکا هم فساد هست، بله به نسبت، ولی دستگاهی هست برای رسیدگی. اون چی که در دوران محمد رضا شاه پهلوی پیش از ایشون پادشاه فقید ایران رضا شاه اتفاق افتاد، با همه انتقادایی کرد چه وضعیتی رو تحویل گرفتن از قاجار، وضعیتی که تحویل گرفتن سراسر فساد بود، یعنی تیولداری،
آذربایجان، سیستان و بلوچستان پولی به دستگاه حاکمه میدادن، میرفتن اونجا هر چقدر خواستن، ظلمی هر چی درآمدی داشتن. به هر حال داستان مفصلی است. مرجعی که میشه مراجعه کرد شرح زندگانی من عبدالله مصطفی جز به جز اینا رو گفته چون رسیدگی میکرد. ولی در به مرور این فساد کم و کم و کم و کمتر شد، تا جایی که مثلا پول کمی حدود 100 هزار دلار در معاملات ارتشی سوء استفاده شد، بر کنار شد یک سپهبد مملکت و بقیه جاها. اما این حکومت چه وضعیتی رو تحویل گرفت؟ وقتی که ما میبینیم مقایسه میکنیم اینا رو باید در نظر گرفت. و به هر حال من این توضیح رو دارم، حکومتی تحویل گرفت که الان سر تا پای حکومت میبینیم فساد هست. برای هر کاری که میخوان انجام بدن فساد هست و میبینیم که به چه شکلی هست. دزدی 3 میلیارد دلاری مسئول بانک ملی ایران و میلیاردها دلار دیگه در تاریخ هیچ کشوری در منطقه سابقه نداشته به هیچ وجه، و میلیاردها دلار دیگری که هست. بفرمایید راجع به طالبان و چین خیلی کوتاه جلال عزیز. ببینید، من همیشه گفتم قبل از اینکه ما به دموکراسی برسیم باید توسعه انسانی داشته باشیم. توسعه انسانی نداشته باشه، این دموکراسی برای هر کشوری واقعا زوده. 200 سال اروپا جنگ کرده برای دوران رنسانس. حالا ما هم داریم یواش یواش پلا رو میریم بالا. حالا اون افغانستان دیگه جای خودشو داره. ببین جریان این افغانستان و چین، من اشاره کنم شما سوال کردید. ببینید این افغانستان یواش یواش داشت پله‌های ترقی و دموکراسی رو میرفت بالا. حتی می اومدن مسخره میکردن پول ایرانی رو، که میگفتن پول ایران ارزشی از پول افغانی اومده پایین، و حتی میگفتن دارن ایرانیا یواش یواش پناهنده میشن به افغانیا. این یه سر قضیه. از اون طرف هم دولت مردان ایران میدیدن که شرقشون شده افغانستان، با کمک آمریکا مهد یواش یواش داره آزادی میشه، دموکراسی میشه. غربشون هم شده عراق، دوباره آمریکا اونجا دست داشته و داره پله‌های ترقی رو دموکراسی رو دارن تمرین میکنن، و موندن این کشور ایران که برمیگرده به عقب کرده به قرون وسطا و 1415 سال پیش. اومدن چیکار کردن؟ این یه طرف قضیه هم بگم، این رود هیرمند هم تو این قضیه خیلی چیز داشت، تاثیر داشت. یعنی در سال 1973 یه معاهده بین ایران در زمان نخست وزیر امیرعباس هویدا و محمد موسی شفیق نخست وزیر وقت افغانستان. بله ببینید جلال عزیز، صحبت بر سر اینه یک حکومت چه وضعیتی داره که از یک طرف با کمونیستای چین روابط داره، حالا بر چه اساسی هست، از یک طرف با افراطیونی مانند طالبان. ممکنه هر حکومت روابط دوستانه با همه داشته باشه، اما نیست، انتخاب کردن. یعنی حکومت بزن، ولی با کشورهای مسلمان مثلا مشکل داره، با خیلی از اونها همون در همون منطقه، با بقیه کشورها. اینو چطور شما میبینید این همچین ارتباط؟ اگه بیان به شما بگن که آقا ما بله مساله کشور هست، واقعا مساله کشور یا مساله خود حکومت هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید. ما دو تا قضیه داریم، یه مصالح عمومی و ملت هست، یک مصالح نظام بی نظام اینها هست. اینا مصالح مردم را که کلا اصلا در نظر نمیگیرن، مصالح خودشون در نظر میگیرن. ببین وقتی یکی میخواد یه روستا رو بچاپه، به جای اینکه بره تک تک اهالی روستا رو ببینه، مستقیم میره کت خدا رو میبینه. وقتی ما تو تنگنا قرار گرفتیم، میخواهیم بین شرق و غرب یکی رو انتخاب کنیم، چرا باید بریم دنبال شرق؟ اما شعارمون بود که نه شرقی نه غربی. خب میریم یه دفعه آمریکا رو میبینیم و قال قضیه رو میکنیم. اینا رفتن پای روسیه و چین که این همه مشکلات هم پای خودشون رو میگیره و پای مردم و تحریم ها. ببینید این طالبان هم آوردن یک ماه و 45 روز پیش تو ایران جلسه گذاشتن، با حمایت ایران اینا اومدن. چطور شده که یک فشنگ از یک اسلحه شلیک نشده و اینا قشنگ اومدن کل افغانستان رو گرفتن؟ و این یه پشت پرده های چیزهایی هست، مذاکرات بین ایران و آمریکا و روسیه و چین. اینا خب مشخصه، همه هم میدونن که آمریکا افغانستان رو داده به ایران، به چین روسیه واگذار کرده. از اون طرف هم عربستان رو به خودش
تقسیم کردن بین خودشون، یه مشخصه دیگه. حالا این البته این یک نظر معلوم نیست، چون این باشه که چه کسی افغانستان رو واگذار کرده به ایران، آیا ایران اونجا نفوذ مستمری خواهند داشت یا خیر، اینها باید منتظر آینده بود. اما شما مژگان خانم به عنوان یک بانوی ایرانی وقتی میبینید دوباره طالبان در اونجا به قدرت میرسه، که البته در اصل ندونم کاری ها سیاست های مورد سرزنش جو بایدن و گروه او در همین واشنگتن، انتقادهایی از حتی هنوز شهروندان آمریکایی در اونجا هستن، در خطر هستن، و این هم یکی از موارد انتقاد روزافزون هست علیه جو بایدن و سیاست نابخردانه او در مورد افغانستان، خروج، چگونگی خروج نیروهای آمریکایی. چه به ما چه خواهید از بازگشت طالبان به افغانستان؟ همه این کارهایی که طالبان حتی در دوره اولیه قدرتش کرد در ایران کرده بودن و همچنان دارن ادامه میدن. نظر و نگاه شما رو ببینید. من به عنوان یک زن در ابتدا احساسم رو میگم. خاطرم هست که این اتفاق افتاد، من و همه حالا بانوانی که در ارتباط بودیم هممون در یک بحت عجیبی بودیم و میتونستیم ببینید، ما توی کشوری زندگی کردیم که محدودیت هایی رو داریم که هیچ وقت شاید یک مرد متوجهش نشده بوده یا نمیشه، اما دیگه با شرایطی که اتفاق افتاده برای بانوان سرزمین افغانستان، واقعا احساسی که بر ما مستولی شده بود اینطور بود که ما در واقع بسیار غمگین بودیم و یک ناامیدی خیلی عظیمی در قلبم احساس میکردم. اما من فقط میتونم یه در واقع اشاره بکنم به جمله فرانکلین که همیشه میگه ما همونطور که مسئولیت هر سخن بیهودمون رو باید به عهده بگیریم، باید مسئولیت سکوتهامون رو هم به عهده بگیریم. من فقط میتونم بگم تمام کسانی که هر جای دنیا دسترسی دارند یا نفوذی دارند یا کاری میتونن بکنند و سکوت کردن در تاریخ، در واقع اینها در آینده در تاریخ مورد لعن خواهند قرار خواهند گرفت و توبیخ خواهند شد. من خیلی متاسفم برای اتفاقی که افتاده و من مطمئن هستم که به زودی بانوان افغانستانی هم میتونن این حق خودشون رو در واقع مطالبه بکنن و مبارزاتی داشته باشن. سپاس بسیار داریم. بله، طالبان همان طالبان از گفته شده این حرف و مردم افغانستان اما نه، عقب نشینی نکردن، مقاومت ها ادامه داره، روزافزون هست، از دره پنجشیر گرفته تا خود کابل، که عقب نشینی طالبان پذیرفتن پرچم ملی افغانستان هست. سپاس بسیار از مژگان بانوی گرامی در تهران و با سپاس از جلال. برنامه متاسفانه وقت ما تمام شد و قطع خواهد شد در ادامه برنامه در پخش. با سپاس از جلال عزیز، گفتنی ها بسیار هست، حتما در شماره های آینده تفسیر خبر خواهیم شنید. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، چند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، درا، کلوند کو، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیر کو، کوهساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.